سلام به همگی، به کانال من خوش اومدین. توی این آموزش میخوام توضیح بدم چطور میتونیم از یکی از عکس مکس از سریال استرنجر ثینگز یه پوستر قشنگ بسازیم، مثل همونی که دارین میبینید. کار خیلی ساده یه، زیاد سخت نیست. بریم ببینیم چطور انجام میشه. خب من تصویری که لازم دارم و از قبل بروک زدم. تصویر بک‌گراند من از صحنه خود سریاله، تصویر مکس از صحنه خود سریال و فکر کنم یک کار 3D که از قبل رندر شده. خب من باید تصویر وکنا رو با چند حالت برندینگ مود روی صورت بنشونم که خوب بشینه و مچ بشه با صورت. البته باید قبل از اون شروع کنم به تصویر مقداری پرسپکتیوش رو به هم بریزم، تغییرش بدم که بتونه روی صورت بشینه، و بعد از اون باید در واقع با بلندینگ مود ها بازی کنم، بهترین انتخاباتشون پیدا کنم، بعد روی صورت بشینه، قشنگ مچ بشه با پوست مکس. و اینکه بعد با وارپ، با آپشن وارپ هم حالت های پوست صورت تغییر بدم، بکشمش روی گوش ها، روی گردن، و این حالت رو خیلی تمیز بتونم درش بیارم روی پوست صورت بشینه و طبیعی باشه. در واقع بریم ببینیم چطور من این مراحل رو انجام میدم. خب الان پرسپکتیوش بد نیست، ولی خب یه مقدار هنوز کار داره. بعد این چشم وگنا در واقع روی چشم مکس قرار بگیره، زاویه هماهنگی داشته باشن که کار قشنگ در بیاد. در کل حالا بعد از انجام دادن وارپ اینا، من روی لایه بالایی کلیک میکنم و میام در واقع یکی از آپشن های بلندینگ مود رو که روی پوست صورت خوب بشین انتخاب میکنم، و اوورلی آپشن خوبیه، همیشه اوورلی آپشن خوبیه تو اینجور کارا، شوخی میکنم. بعد یه جورایی مچ کنم اینو، با رنگ و نورش بازی کنم، از لول استفاده میکنم که این با پوست صورت خیلی تیره نشه، خیلی روشن در نیاد، یه جوری بشینه که بتونه خوب باشه و بتونه اون منظور ما رو از ترکیب این دوتا صورت برسونه. در واقع خب بعد از این من باید به لایه بعدی برم. لایه من دوتا سه تا لایه از این وکنا دارم. الان اون یکی لایه رو فعال میکنم و فکر کنم لینر برن خوب باشه. بعد این مقدار درصدش کم کنم تا روشن بشه تصویر، زیاد شدید نباشه. این کارو میکنم که بتونم اون تیرگی های و سایه های روی پوست صورت وگنا رو اینجا بتونم برگردونم. خیلی تیره نباشه، خیلی هم روشن نباشه. ما یه پوست چروکیده خیلی درب و داغون از وگنا نیاز داریم. خب من با ماسک رو ایجاد میکنم یه لایه ماسک جدید و تبدیلش میکنم به یه لایه ماسک مشکی، و با براش سفید اون بخشایی از گونه و صورت رو، جاهایی که لازمه و دور چشم و اون تیرگی دور چشم رو برمیگردونم که یه مقداری ترسناک در باشه. به نظر میاد اینجا من یه مقداری احتیاج به تیرگی بیشتر روی پوست صورت وگنا احتیاج دارم. واسه همین یه کرو جدید ایجاد میکنم و یه مقداری تیرگی ایجاد میکنم. اون نوار رو، حالت اون نمودار رو میکشم پایین که نه زیاد کنتراست داشته باشه و نه زیاد خیلی تار باشه. در واقع لای ماسکمون رو مشکی میکنم و اون بخشایی که میخوام تیرگی باشه و با براش سفید شروع میکنم به براک زدن.
حالا اینجا لازمه یک بخشی از این لباس مکس رو من قرمز کنم که تحت تاثیر اون نوری که از پشت تابیده میشه قرار بگیره. برای همین من یک سالید کالر قرمز انتخاب میکنم و توی آپشن های بلندینگ مود نگاه میکنم ببینم کدوم گزینه مناسب تر و خوبه. فکر میکنم مولتیپای آره این بهترین آپشنه. یه مقدار درصد رو کمش میکنم و با براش سفید و لای ماسک مشکی اون بخشایی که میخوام قرمز بشه رو همینطور که میبینید شروع میکنم به براش زدن. خب الان من باید یک سری تارهای مو ایجاد کنم که تحت تاثیر اون نور قرمز بک‌گراند قرار گرفته. برای همین باید یک سالید کالر جدید ایجاد کنم با رنگ قرمز و براش بزنم. البته میتونم یه نیو لایه ایجاد کنم، یه نیو لایه خالی و با براش قرمز اون بخشایی که میخوام رو شروع کنم به براش زدن. خب به نظرم میرسه اون رد و برقی که اون پشت هست به اندازه کافی جذاب نیست و همچنین خیلی تو چشم نمیاد. برای همین من یه نیو لایر ایجاد میکنم و با پلاگین بریث افکتی که روی فتوشاپ هم نصب هستش سعی میکنم که یک رد و برق جدید ایجاد کنم. بریم ببینیم چطور انجام میشه. خب برای گوشه ها و لبه های لباس، لبه های مو، لبه های گوش احتیاج به نور قرمز شدیدتر و قوی تر داریم و واسه همین من یک سالید کالر قرمز ایجاد میکنم و با براش قوی تر سعی میکنم لبه های لباس رو و اون جاهایی که باید تحت تاثیر نور شدید قرمز قرار بگیره رو همینطور که میبینید براش میزنم. حالا احتیاج داریم که این لبه‌های لباسی که از قبل الان من قرمزشون کردم و یک مقداری لایه سفید رنگی براش ایجاد کنم، یک نور شدید سفید که کار مقداری طبیعی تر کنه. برای همین یه سالید کالر سفید ایجاد میکنم با بلندینگ آپشن کالر داج و شروع میکنم به براش زدن و این خط و خطوط لبه های سفید رو روی لباس ایجاد میکنم، همچنین برای گوش و موها. بریم ببینیم چطور انجام میشه.
خب حالا میخوام چشمای وگنا سفیدش کنم طبق چیزی که توی فیلم هست، برای همین یک سالید کالر سفید ایجاد میکنم با لایر ماسک مشکی و اون قسمت از چشمی که میخوام براش سلکت میکنم، انتخاب میکنم که بعد راحت تر بتونم براشش بزنم. بریم ببینیم چطور این مرحله انجام میشه. حالا توی این مرحله میخوام سمت چپ تصویر رو آبی کنم، یعنی سمت راست قرمز باشه و سمت چپ آبی. برای همین طبق معمول من سالید کالر آبی رو یک یکی ایجاد میکنم، حالا با آبی روشن، با آبی تیره. میتونید شما این کار انجام بدید و در واقع اون بخش سمت چپ تصویر رو من تصمیم دارم که آبیش کنم، طبق رنگ آبی که توی سریال هم میبینیم.
حالا میخوام برای این بخش از موهای مکس تارهای موهای در واقع سفید ایجاد کنم که اون رفلکس نور سفیدی که از پشت اومده روی موها بشینه و طبیعی جلوه کنه. برای همینم یه سالید کالر سفید با یک براش نازک شروع میکنم به اون بخشایی که تحت تاثیر نور قرار میگیره، اون قسمت ها رو شروع میکنم به براش زدن. خب برای رفلکس چشم وگنا احتیاج به خط سفید و در واقع رفلکس های سفید نوری نیاز داریم که روی اطراف چشم باید ایجاد بشه. برای همین من طبق معمول دوباره یک سالید کالر ایجاد میکنم و با بلندینگ مود یه گزینه مناسبی انتخاب میکنم که این خط ها بتونه خیلی هم قوی باشه هم طبیعی باشن. برای بخش‌های سمت چپ لباس همچنان من احتیاج به نورهای بیشتر دارم و باید اون رفلکس نور سفید و آبی که از سمت چپ تصویر میاد یه مقدار تاثیر بیشتری روی لباس بذاره و برای همین من دوباره یک سالید کالر سفید ایجاد میکنم و سعی میکنم که اون بخش‌ها رو یه مقداری براش بزنم که شدت نور سفید روی لباس قشنگ‌تر بشینه. خب بریم ببینیم این چجوری انجام میشه. اگه این سریال دیده باشین یک سری خاکستر مانند های روی هوا معلقه، یک گرد و غبار هایی توی اون در واقع میشه گفت اون عالم دومی که هست به اسم حالا آپساید داون میگن یا اون دنیا وارونه،
یک سری گرد و غبار وجود داره. من میخوام اون گرد و غبار رو از طریق این پلاگین بروس افکس پیدا کنم و بسازمش و ازش استفاده کنم. بریم ببینیم من چطور این کار انجام میدم. الان میتونم بگم که تقریبا کار تموم شده، یعنی شاید یه مقداری پولیشکاری و یه مقداری ریزکاری نیاز داشته باشه، ولی تقریبا کار تموم شده و به نظر خودم کار خوبی هم در اومد. خیلی قشنگ شده، رنگ ها و نورها و همه نوع مقدار عالیه. مقداری فقط باید تنظیم رنگ و نور کنم که کار نهایی بشه. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین و اینکه بتونید برای خودتون یک پوستر اینجوری از این سریال درست کنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.